Нашли новости барномы и люди Пайгом манзуришмост. Ассаламу алейкум. Hokimi viloyati Samarqandi Jumhuriy O'zbekiston Turdimov Erkinjon Oqbo'tayevich Bashahri Panjakent tashrif ovard. Mehmoni Oli Qadro dar guzargohi Sarhadi Panjakent Jardepa, Movini Raisi viloyati So'g'd Anvar Yaqubi va Raisi Shahri Panjakent Abduxoli Xoliqzoda Samimi istiqbol giriftan. Ba guzorishi xabarnigoroni mo Yazunqul Mavlonov va Shohzan Solihov tavajjuh namoyid. در مرز سرحدی بین تاجیکستان و ازبکستان در منطقه گذرگاه سرحدی پنجکنت و جرتپا با صدای کردن سرنای تنین انداز گردید. باز نماینده ها از هر دو طرف به هم آمدند. باز دست فشاری دوستانه استقبال صمیمی به نظر رسید. معاون رئیس ولایت سوق انور یعقوبی، رئیس شهر پنجکن خالقزاده عبدالخالق، حاکم ولایت سمرقند تردیموف ارکینجان اوقبوتایبش و حیات همراهانش را که برای گفتوشنید به پنجکن تشریف آورده بودند، صمیمانه با نان و نمک با قرائت پارچه‌های شعری به زبان‌های تاجیکی و ازبکی چون بیانگری دوستی و رفقای دو ملت به هم دوست استقبال گرفتند. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. ما سلام از لایق شیرین سخن آورده ایم، شعر او چون آتش عشق وطن آورده ایم. اندلیبان خوشلحان زرفشان ما، ناله صوت و نوا از انجمن آورده ایم. جانین شادلگی یغلسا بگون، دوستلر دیداریدن بولالماس استون. عزیز مهمانلر، تاجیکستان رеспوبلیکاسیگا خوش کلیبسیز. بعدن میزبان و مهمانان را پیش گرفتن سوی پنجگنی بوستانی و اینجا ملاقات دوستانی کاری بابدی باز هم تحکیم بخشدین روابط دوستانه بین ولایت سمرقند جمهوری ازبکستان و ولایت سوخت جمهوری تاجیکستان ادامه یافت. مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر افضل شاه دوستزاده در جریان سفرش به جماعت دهات یوری با ساکنان دهه دشت قاضی و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 49 ملاقات انجام داد. توجه نمایید به گزارش خبرنگاران ما. با مقصد بلند برداشتن معرفت حقوق شهروندان با خبر گردیدن از وضعیت بدوباشی اهالی، اینچنین جهت سازوار تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و ایده وحدت از جانب مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر دوستزاده ازلشاه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 49 دهه دشت قاضی جماعت دهات یوری با استقامت کنندگان دهه ملاقات دایر کرده شد. واخوری را ناظر منطقوی شعبه معارف شهری پنجکند در جماعت دهات یوری اسدالله میلیب آغاز بخشیده، پس آن نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری پنجکند دوستزاده افضلشاه سخنرانی نموده و از دستاوردهای 30 سال استقلالیت یادآور شده ابراز داشت که باید جشن ما نه تنها در سطح شهر و ولایت تجلیل گردد، بلکه در تمام محله و دهاتها چاره‌بینی های فرهنگی و فراغتی با شکوه و شهامت خاص جشن گرفته شود. همچنین از تشکیل گروه کاری از بین زیاییان و دانشمندان جماعت و دهات های شهر سخن گفته شد. ما مسئولین حکومت شهر یک نقشه هم تهیه شدگی هست با خود برای مطابق شهر پنجکن مطابق خالی زاده و خالی سنابر. ما تصمیم گرفتیم که با اشتراک جلب زیاییان و علمان و همون نفران فعال شهر تصمیم کار کنند 150 نفر روی خط کنیم، 15 گروه کاری تهیه کنیم، 14 توی همین پر را در 10 نفری در 14 جماعت دهات، یک توی همین گروه کاری 10 نفر دیگر پر را به 18 محله های خود شهر پنجکن. مقصد ما همین است که کمبودی زیاد هستند، چی کار کنیم که روزگار مردم بهبود شود؟ این در وحدت است،
در سرجمی است، در متحدی است. در رفتی صحبت یک قطار مسئله های حل طلبی ساکنان جماعت موردی بررسی قرار گرفت. از جمله اهالی از نارسایی تولدخانه در حدود دهه شکایت نموده و از نمایندگان خواهش به عمل آوردند تا که مرکز سلامتی دهه با تجهیزات های ضروری طبی تامین نموده شود. همچنین اوید به خودشناسی و خودآگاهی و حفظ فرهنگ ملی سخنرانی کرده شد که برای سرجمعی و متحدی ساکنان و رسیدن به زندگی شایسته مردم مساعدت می نماید. گزارش مرتبه رحمانوه و خیام جورایف برای برنامه اطلاعاتی پیغام. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. با فرارسیدن فصل گرما تأمین اهالی با آب نوشاکی خاصه بناهای بلند آشیانه دشوار می گردد. با مصاحبه ما توجه نمایید. من استقامت کننده محلی سمرقندی خیابانی رودکی 14 اکمل ابراهیم‌زاده می باشم. آب یکی از منشه های اساسی زندگی انسان می باشد. افسوس که ما آب نداریم که آب خوریم. مردم بیچاره به حد وضعیتشان مشکل. آب وقت های نامعین مثلا یک ساعت نیم ساعت آب پیدا می شود. روز تا بیگاه نیم ساعت یا یک ساعت آب می دهند. بعد از این آب وجود ندارد. ما مردم بیچاره در کوچه ها رفته آب میبریم، به دیگر جاها یا خیلی جاها اعتبار میدهم که در کوچه های شهر پنجکین بسیار مورد آب ها هم تو بیهوده رفته استاده است. آب در همه جا تأمین است، ولی افسوس که در همین محلی سمرقندی بناهای مثلا چهار آشانه من کنسر زواد آب وجود عموما وجود ندارد. یک ساعت یا یک و نیم ساعت آب داده می شود. رژیم آب میدادگی وقتش که معلوم نیست. بسیاری ها اگر مراجعه نماییم اونها میگن که نساس ها گرم شده است یا فعالیت نمی کند، نساس سوختگی است، با مبلغ جمع کردن در کار برای این بازسازی کردن خود همین نمایشی شرکت پول ندارد که این را از حساب خودش مبلغ گذاری کند، با به عهده خلق میگذارند. خلق بیچاره پول ندارد که این را بازسازی کند. اگر نتوانند حکومت شهر پنجکین یاردم کند، دستگیری نماید با این خلق بیچاره که با آب 24 ساعت تامین باشند. کنفرانسی 38 تشکیلات شهری پنجکنتی حزب کمونیست برگزار شد که در کاری آن کاتب یکم کمیته ولایتی حزب کمونیست قربان جان میرزایوف شرکت داشت و سخن گفت. قبل از آغاز کنفرانسی 38 تشکیلات شهری پنجکنتی حزب کمونیست، کاتب یکم کمیته ولایتی حزب کمونیست قربان جان میرزایوف و کاتب اولی تشکیلات شهری پنجکنتی حزب کمونیست صبرین سو قربان و با پای مجسمه ولادیمیر ایلیچ لنین چون نشان احترام گلچنبر گذاشتم. بعدن کنفرانسی 38 تشکیلات شهر پنجگان حزب کمونیست در تالار خردی کاخ فرهنگ با سخن افتتاحی کاتب یکم حزب صبرین سو قربانوف و صدا دادن سرود ملی با کار خود آغاز کرد. سپس به تالار گروه چای پرنوازان با پرچم جمهوری ترکستان وارد میشوند. پارچه شعری آید به تاجیکستان سرور معظممان محترم امام رحمان صلح و وحدت از طرف خوانندگان قرائت شده. آن یک نوع عرض احترام بود به اشتراکچیان کنفرانس. قدرت پرتی ما را همدمی سیاره کرد، ماهی سنعی را و ما در عرض چون گهواره کرد. از عقیبی که وقتی که برآمد آفتاب، کشوری تاجیک گردی غرق در رنگی گلاب. ایا ای پیشوا مردی خدا داد، بکردی از سری نو کشور آباد. همه احسن همه خانه تحسین، به آن فرزانه مولد بیت آزاد. تهی حفظی وطن از خواب ماندی، گهی از دیده جای عشق باندی. وسط از مرتلاش و زحمتی بیش، وطن را براهی وطن رسان. ای پیشوای ملت، ای رکشای ملت، گردیده بر جهان شهرت شانی ملت. ما از تاجیکستان اجداد تاجیک هستیم، اولاد زندگی و نابغه لایق هستیم. هر روز بزم داریم، شکوه و عزم داریم. 50 سال تاریخ جشن سرزم داریم. 6 قهرمان داریم، 6 نامدار کشور. خدمت نموده مایان امروز گشته نامور. کتاب تاجیکان را پیشوای ملت ما تقدیم کرده بر خلق. شاد نمود بابا جان را، جان شیرین میرزا وید زبان ما است. و سبت نوای باربر در دل و جان ما است. مخصوم نصرت الله مهر او در دل ما
با شیرینچای شاتمور ملت را کرده مشهور. سپس روزنامه کنفرانس تصدیق وعده کره آن تصدیق کرده شد. بعدان کاتب یکمین تشکل چهلی پنجکن حزب کمونیست سرنیسو قربانوا عهد به فعالیت تشکلات حزب از ماه ایونی سال 2017 تا ماه ایونی سال 2021 معروضه نموده برد و باخت آن را تحلیل کرد. در عین حال 1200 نفر کمونیستان، از آن جمله 465 نفر زنان، 50 نفر کارگران، 463 نفر کشاورزان، 85 نفر دانشجویان، 160 نفر نفقه‌گیران و 60 نفر بیکاران، 54 نفر خدمتجان نامنوی شده در قید حساب کمونیستی شهر پنجکن می‌ایستند. از شرف منصوب بودن به حزب کمونیست بالاتر چیزی دیگر نبود، چون که هر یکی ما در قلب خود مهر گذاشتیم که برای پیشرفت خلق و وطن خود صادقانه خدمت نموده آیین‌نامه و برنامه حزب کمونیست را اعتراف نماییم و نام بزرگ اعضای کمونیست را بلند و پاکیزه نگاه داریم. ولی صدف سوید که در بین ما شخصانی در میان آمدن که با عقیده های خود استوار نبودن قبله خود را دیگر کردن، یعنی که به حزبهای دیگر شامل شده تا امروز به حزبه می باشند. از بس که امروز حزب ما فعالیت بیواسطه دخالت کردن را ندارد، خوب میشه که کمونیستان قاعدین مسئله قرارگذاری کنند و در فضای بسیار حزبی رعایت به آیین‌نامه صادق بودن به حزب لنین را فراموش نکنند. فعالیت کمیته حزب کمونیست عاید اجرایش طلبات های آیین‌نامه و برنامه حزب کمونیست عمل کرده، از 10 می سال جاری از نو به قدگیری و تازه نمودن صفی حزب کمونیستان نی شهر و دیهات شروع نمود. وضعیت نو، تغییرات های کلی ساختارهای حزبی، محیط نو سیاسی از کمیته شهری طلب میکند که فعالان هرچی بهتر با حجت های اساسی حزب قانون و قراردادهای نو شناس شوند و هر یک کمونیست درک از آن کند که سپریدن حق آزادی آبونه و 25% حتمی است. کمیته حزبی برای افزودن صف اعضای حزب منتظم کاربری مینماید. در دوام سالهای 2017-2021 زیاده از 100 نفر جوانان و 40 نفر زنان و مردان سنشان از 45 تا 70 را با صف حزب کمونیست قبول کردیم. 10 نفر جوانان را با صف کمسمول و 30 نفر خوانندگان مکتب‌های میانه تحصیلات عمومی را با صف پیانیر لنین قبول کرده شدند. در اساس نقشه کمیته حزبی در دوره سالهای 2017-2020 6 مرتبه پلنوم 25 مرتبه بیرو گذرانده در آن مسائل پیشرفت فعالیت حزبی را بررسی گردانید. از جانب کمیته حزبی و اعضای آن منتظم چاره‌بینی های گوناگون تشکیل و گذارانده می شود که هر یکی آن خاطرمان و رندوران می باشد. حزب من، حزب لنین، حزب لنین، حزب من، جان من است، غایه هایش عقل و ایمان من است. حزب لنین، حزب خلق مهنتی، حزب خلقش شمع تابان من است. چون مبارز در صفش صادق بودن، در موقعی مروزه جوانبای سنگینوف، مایسر سلطانوف، خوشفخت فوزیلوف، رحمانقل حاجیف، سیدالی مزاری اشتراک نمودند. اشتراکچانی کنفرانس را نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر فاطمه اشونقلوف از نام رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق شادباش گفتند با کار کنفرانس برای آرزو نبود. ما مینداری خود را میرسانیم شخصا از نمی رسی شهر به شما و در میبه در کرویتون بودباری سلامتی خواهانیم و مهمونی که از ولایت آمدیم خوش آمدید آمدید جان مرحمت کردیم را تو پنجه کنتی باستانی شما بسیار آمده گیرد نباز مهمونی ما گشتید و همه اون اشتراکچیانی که در اینجا حضور دارند برای تشریف آوردندان سپاسگزاریم و من بعد در یک جویگی در آبادی دیارمون سهم میگذاریم، زیرا ما جوانان همه وقت با همین دستگیر و غمخوری و نصیحت های شما ما به پیش میرویم، زیرا همه میدوند که ما جوانیم، ما همه فخر تاجیکستانیم، امروز و فردای این زمانیم، ما باید با همدیگر بمانیم. شکرانه از آن میکنیم که در چنین دولت صاحب استقلال و دموکراتی آزاد زندگی داریم. نو بسته ما اعضای کدام حزب هستیم.
خو حزب کمونیست، خو حزب خلق دموکرات، خو دیگر حزب ها. اما ما همه همون پیروان پیشوای ملت هم. و با این با پیشوای ملت چونین میگم که با این مردی خدا از دل و جان شکرانه باید کرد. دعای دولت و جانش به هر یک خانه باید کرد. تمام عمر اعتراف خدمتش مردانه باید کرد. برای صلح رفته زندگی اهلانه باید کرد. دیگر تکرار آن ایامشون اصلا نباید کرد. وطن آباد با این رهبری فرزانه باید کرد. بعدا در کنفرانس کاتب یکمی ولایتی سخن حزب کمونیست قربانجان مرزایف سخن گفته. کمونیستان را با کنفرانس نوبتی که آن بیشک رویدون مهم در حالت هر یک کمونیست به حساب می رود شاد باش گفت و فکر ملاحظه خود را آید به انتظام حزبی با مردم بودن در بین آنها بردن کارهای تشخیصی و ترغیباتی فعالیت ناکفایی بعض سازمان های ابتدایی حزبی همکاری با حزب های دیگر از جمله حزب خلق دموکرات تاجیکستان دستگیری از سیاست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان جمع‌آوری حق العضویت عیادت سابق داران حزب و چند مسئله دیگر بیان داشت. هفته شهر نامیه ها امروز کمیته حزبی شهر نامیه ها بودن. در آنها 16312 کمونیستان این یکم یانوار 2020 فعالیت میبرند در 521 تشکیلات های ابتدای حزبی. ما کم نگردیم. 521 بود وقتی من قبول کردم 8 تشکیلات ابتدای حزبی از بین رفت. شما میدونید که از روی آینامه طلبات آینامه حزب کمونیست تاجیکستان اگر که 30 نفر باشد در اونجا تشکیلات ابتدایی حزب تشکیل کرده میشود. من بسیار خوشنود هستم امروز وقتی که بسیار درباره همین چیز ما گفت زدیم درباره تشکیلات ابتدایی حزب مال امروز قریب که همه تشکیلات ابتدایی حزب اون کمونیست هایی که در آنجا در قید نیستن همشون نامنویس کردن الان همه نشان دادن همین 1200 نفر کمونیستان که در قید نیستن در همه برزیلیس با قلب رسول برزیلیس هم همین جماعت های تشکیلات های ابتدایی حزبی بیکتور امروز از همه ها کار سرکنیم از تشکیلات های ابتدایی کار سرکنیم لینین بیگوتا نکوت از امروز که ما از دیگه برق میزنیم برق میزنیم لینین حقانی امروز داهی بودن ولادیمیر ایلیچ لینین با خواهیر شدن در تو اون اثرهایی که نوشتن من پپنجای پنج اثرهای پوری پولیس سبرانی سرچینین وقتی که ما میخوندیم دو مرتبه اینستیتوت رو میگفتم که این قدر بسیار کتاب نیستن که امروز از دیگر هر یکی ما از کتب اپم سرکده تا کمونیستی که در تشکلات ابتدایی میستن اثرهای لینین رو با از دیگر یک برق زنیم در اونجا می نیستن نده اتکماسی یعنی نزی مردم برقتن برقتن در کنفرانس چند نفر جوانان به سوی حزب کمونیست قبول کرده با آنها بلیط های حزبی سپرده شدند. فعالیت شایسته بعضی حزبیان و آنهایی که جانبدار حزب کمونیست می باشند با سپاسنامه کمیته ولایتی و شهری حزب کمونیست قدرشناسی کرده شد. به گروه سابقه داران نشانهای سرسینگی سپرده شدند. کنفرانس از روی همین مسئله محکمه شده قرارهای دختار قبول کرد. خودی همین روز پلنیم یکمی تشکیلات شهری پنجگین حزب کمونیست برگزار شد که در آن اعضایان بیرو کاتبان تشکیلات شهری پنجگین حزب کمونیست و کمیسی نظارتی تفتیشاتی انتخاب شدند همزمان با کنفرانس سیوم کمیته ولایتی حزب کمونیست وکیلان انتخاب شده نامزدها جهت اشتراک در انجمن نوبتی حزب کمونیست تاجیکستان پیشبری گردیدند سبرنسو قربان با اکثر آوازها از نو کاتب یکمی تشکیلات شهری پنجگین حزب کمونیست انتخاب شد.
بینندگانی گرامی با یک اعلان توجه نمایید. سنه 6 ایونی سال 2021 تخمیناً ساعت 16 نوبلیغ عزیز قلوا مدینه بیانوونا سنه تولدش 17 سپتامبر سال 2007 استقامت کننده شهری پنجکند جماعت دهاتی لویق شیرالی دهه نوآباد از خانه استقامتیش برآمده به سمت نامعلوم به نام نشان غیب زده است. از ساکنان شهر دهاتی پنجکند احترامانه خواهش کرده می شود که اگر درباره عزیز قلوا مدینه بیانوونا معلومات داشته باشند یا او را دیدند با تلفن های 02-102-93-811-98-98 و 92-943-1515 زنگ زنند. باری دیگر رقم های تلفن را تکرار میکنم 02-102-93-811-98-98 و 92-943-1515. بینندگان گرامی این بود برنامه تلویزیونی پیغام. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید. خیر.